تتلو هم دیده که اوکی با این اتفاقاتی که افتاده باید بره زندان. تو همه اینا دروغ میگن. از سحر قریشی بگیر، آقای فردی 25,000 یورو پول گذاشته بود وسط که یه دونه کنسرت برای امیر بذارن آلمان. دوستان سلام، به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی آزادی تتلو در ازای گذاشتن وثیقه و مصاحبه پوتک با یکی از صمیمیترین دوستای تتلو درباره آزادیش رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. تتلو تقریبا 2 هفته پیش در کامیونیتی یوتیوبش اعلام کرد که قصد خروج از ترکیه و اومدن به ایران رو داره. این حرف ها طولی نکشید که عملی شد و چند روز بعد تتلو وارد خاک ایران شد. خروج ناگهانی اون باعث شد که شایعه فرار تتلو از خاک ترکیه به علت شکایت های زیاد از طرف دخترهایی که به خونش رفت آمد داشتن و همچنین شکایت کردن برنامه گذارها برای برگزار نکردن کنسرت پخش بشه. حالا پوتک با سعید گنجی یکی از صمیمی‌ترین دوستای تتلو پستی منتشر کرده و نسبت به این شایعه شکایت واکنش نشون داده. اون گفته شایعات صحت ندارن و تتلو درخواست سونچک و تمرین با اعضای بندشو در کشور آلمان خواسته بود که کنسرت گذارها این رو قبول نکردن و پاسپورتشو گرو گرفتن. چند نفر میان واسه امیر کنسرت بزنن. این آدم‌ها هم آدم‌های پرکانکشنی هستن نسبت به کاری که دارن. نسبت به کنسرت گذاشتن آدم‌های پرکانکشنی. اینا هم بهشون برمیخوره دیگه. رقم زیادی رو دادن. امیر تتلو هم احتمال زیاد رقمو بر نگردونده. اینا هم رفتن چیکار کردن؟ شکایت. رفتن شکایت کردن. تتلو هم دیده که اوکی با این اتفاقاتی که افتاده باید بره زندان ترکیه. برای همین منم اگه جاش بودم اینا رو من شنیدم بچه‌ها. من نمیگم من دارم اینو میگم. منم اگه جاش بودم تصمیم گرفتم برم تو کشورم زندان تا تو ترکیه. نه این درست نیست. امیر اصلا سر پاسپورت ویزای یونان صحبتی نکرد. امیر گفت من باید با بندم اونجا تمرین کنم. اینا تو مدیریت کردنشون یه ذره ضعیف مدیریت کردن و تایمی که امیر باید با بندش تمرین میکرده رو به امیر ندادن. امیر گفتش که اگر این تایم نباشه من کنسرتو کنسل میکنم به دلیل اینکه من روی کنسرتام حساسم. خب قرارداد مگه نداره؟ کنسرتو که نمیشه به راحتی کنسل کرد. کنسرتو اگه کنسل کنی باید یه پولی بدی یا اینو نمیدونی. این کنسرت اجازه بده. این کنسرت اولین کنسرتیه که تو اروپا هست. امیر گفتش که یه جوری باید باشه که من آمادگی اینو داشته باشم و از اونجا بحث اینو شروع میشه، نه از اینکه اقامت یونان بخوره توی پاس امیر. یعنی امیر اصلا موضوع دعوا این وسط نداشته. امیر گفته شرایط من اینه، میخواید با من کار کنید من باید تمرین کنم با بندم قبلش. شرایطشو قبل دریافت پول گفته یا بعد دریافت پول؟ شرایطشو معمولا قبل دریافت پول میگه و معمولا هم همه ما دیگه بعد از این همه کنسرت دیدیم که امیر چقدر حساسه. کدومی که خواننده میره برای بندش وسیله میگیره. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه امیر تتلو حساسیت خاصی داره نسبت به برنامه‌ای که اجرا میکنه. این برنامه‌گذار داستانش این شکلی شده، اومده پاسپورت امیرو گرفته به عنوان گیروگان، گفته که پاستو نمیدم و یه سری داستان الکی به وجود اومده. یعنی اصلا امیر برنگشته بگه که نمیام، نمیکنم، نمیشه. نه، امیر گفته به من وقت بدید من توی اون سالن باید با بندم تمرین. در ادامه این مصاحبه سعید گنجی جواب تندی نسبت به کسایی که جو متشنجی رو علیه تتلو به راه انداختن مثل سحر قریشی و امین فردین گفت. اون خطاب به این دو نفر گفت قریشی تا دید اوضاع سینما خرابه اومده داره با اسم تتلو از یوتیوب پول در میاره و امین فردین هم سعی داشت با 25,000 یورو با تتلو قرارداد ببنده که در آلمان کنسرت برگزار کنن، اما چون تتلو قبول نکرد هرسش گرفته و داره چرت و پرت میگه. از امین فردین بگیر، از سهل قریشی بگیر، از تمام مدیر برنامه های امیر بگیر، تمام دوستای امیر، امیر دیوا، امیر سیا والتون، کسایی که تو اون خونه رفت و آمد داشتن بگیر، اینها همگی با هم توی یه سفره بودن. داشتم میگه هم سفره بودن، نباید میومدن یه سری چیزا رو میگفتن به دروغ یا به راست. ما نمیگیم من حرفم سر سفره امیر نبود. آف کورس که امیر اینا رو همه رو برند کرده، وگرنه کسی امیر دیوا رو نمیشناخت که اصلا بیاد یوتیوب آهنگ بخونه برای خودش. کسی هم گوش نمیکنه تا آخر آهنگ امیر دیوا رو. کسی سیا رو اصلا نمیشناخت. اینا آدمایی هستند که یا خیلی تتو آرتیست ها، خیلی از فایتر ها، خیلی از آدمایی که آرات و کل دنیا به مسی میاد زیر پست آرات کامنت میذاره. کی آرات رو میشناخت؟ این سفره که میگم پشت سر امیر انداختن الان، همین الان. یعنی مثلا ما یه اتفاقی برامون میفته همه اینا با هم تو جلسه ها. همه اینا دروغ میگن. از سحر قریشی بگیر، سحر قریشی اومد ترکیه سلام صلوات هر کاری که تونست کرد شماره امیر رو پیدا کنه واسه به امیر. اوکی، واسه به امیر یه سری چیزاشم کند و ویو اصلا
سرقرشی هیچ کی نمیشناخت نه چیزی. یه دفعه اومد سر از یوتیوب در آورد سینمای ایران درش تخته شد، حالا یوتیوب داره پول در میاره از صدقه سر امیر. آقای فردین 25000 یورو پول گذاشته بود وسط که یه دونه کنسرت برای امیر بذارن آلمان. امیر برگشت با یکی دیگه برنامه رو بست. ایشون تا اینجا حالش بد شد. دلیل این اتفاقایی که ایشون همه رو جمع کرد، دنیا جهان بخت رو جمع کرد، قول برره که اصلا سر تا پاشو نگاه کنی یه چکم بیشتر نیست، موفرفری دوزاریه که اصلا یه نگاهش بکنی تو شورتش خون دماغ میشه، اونو برداشت آورد دیگه. اون یکی چیه دونه دونه داشت میآورد رو خط. بعد پیگیر آیا همین فردین بالا بری پایین بیا ریدی داداش کلی اینجا برات نوشتم، همه زندگی دخترها رو میریزی بیرون برای 2000 دیده شدن. واسه کی مهره کی همین فردین مهره کی کی شارژت میکنه با کیا پشت پرده دست داری؟ این شرکتی که مجوز جعلی انگلیسی گرفتی براش تبلیغ میکردی به نام آرپلا، این داستانش چیه؟ همنشینیه تو با بچه های سایت شرط بندی چیه؟ چیه؟ امیر تتلو بده ولی دنیا جهان بختو میاری با چندین میلیون فالوور میشینه اونجا، تازه چی تصویرش هم هایپ میکنه. اینو به من میشه توضیح بدی؟ اینا آدمای خوبی ان؟ زیر پیج دنیا جهان بخت تو کامنتاش همه دارن خودارضایی میکنن، تو داری امیر تتلو رو با کیا مقایسه؟ قول برره سیک کدوم کونه که بلند میشه میاد در مورد امیر تتلو حرف؟ سعید گنجی که حسابی از دست سحر قریشی به خاطر حرفایی که به امیر تتلو زده بود عصبانی بود، باز هم میگیره رو اون و میگه این معتاد بود و مهره‌ای بود که توسط عده‌ای وارد خونه امیر تتلو شد. رفیقاش قرص می آوردن و به خورده تتلو می دادن. تو اگه کتک خورده بودی می رفتی پزشکی قانونی، نه اینکه پشت دوربین بشینی و چرت و پرت بگی. سحر قریشی اگر یه چک بخوری همون روز باید بری شکایت کنی، بری دکتر پزشکی قانونی شکایت کنی، بعد بیای اینستاگرام بگی طبق این قوانین با من این کارو کرده، طبق این مدارک این کارو کرده. سحر قریشی مهره خودشونه، اومد تو زندگی امیر. ایشون کاملا آدم بکشیه، یعنی اصلا تو پاش نمیتونه وایسه پوتک. خب از وقتی که ایشون اومد تو زندگی امیر، امیر شد یه آدم دیگه، یعنی 180 درجه عوض شد. اینا همه میدونن. از اون ور بدون اینکه روش نظارتی داشته باشه، کسی روش داشته باشه، از ایران براش یه سری قرصا می آوردن که یه سری قرصای نمیدونم جدید مدیده میدادن به خوردش. کی میداد؟ رفیقاش. اون رفیقه؟ تو رفیق منی؟ من هر وقت به تو زنگ میزنم میگم داداش چرا رژیم نمیگیری؟ گفتم یا نگفتم؟ چه رفیقی که میای دست رفیقت مواد میدی؟ چرا مواد میدی؟ برای چی مواد میدی؟ چرا خودت نمیکشی؟ چرا میری تو دبی زندگی میکنی اونجا نمیتونی نه مواد بکشی دیگه؟ میای اینجا دو تا میزنی واسه امیر میذاری میمونه و خودت میری دبی؟ ببین سرغورشی ویدیوهاشو پاک کرده؟ نمیدونم. فکر کنم پاک کرده. دنبالش نمیکنم. منم نه که بگم دنبالش نمیکنم گویم، ولی من دنبالش مثلا نمیدیدم ویدیوشو، ولی الان اومدم دیدم ویدیو. اما در انتهای مصاحبه پوتک از طرحی صحبت میکنه که باعث خوشحالی مخاطبهای رپ در ایران میشه. اون میگه به زودی طرحی با عنوان آشتی با مردم برگزار میشه که رپرها میتونن در ایران کنسرت برگزار کنن و تتلو هم آزاد میشه. حتی عادل فردوسی پور هم به تلویزیون بر میگرده. یه تری اصلش میگن آشتی با مردم، احتمال زیاد هم واقعیت داره. حالا دروغش نمیدونم، ولی پیش بینی نمیکنم، نگی پوتک پیش بینی. یه تری ایران داره میزنه به اسم آشتی با مردم، نمیدونم میشه، ولی میگن که با این تر عادل به تلویزیون برمیگرده، امیر تتلو آزاد میشه، رپرامون تو ایران کنسرت میذارن، اتفاقات باحالی قراره بیفته که پشت پردهش خیلی کثیفه، یعنی اصل پشت پرده قضیه کثیفه، ولی میگن چه این تری هست. ولی کلا دارم میگم تنها چیزی که تو این تر میشه دوست داشت، یعنی هیچ چیزش نمیشه دوست داشت، تر بدی اگه بری توش، ولی تنها چیزی که میشه توش دوست داشت حداقل یه سری اتفاقا میفته که اگه این تر نباشه خیلی اتفاقات بدی، ولی با وجود این تر میتونه سی اتفاق خوب. در ادامه صحبت های پوتک، یکی از خبرنگارانی که اولین خبر از بازگشت امیر تتلو به ایران از طرف اون منتشر شده بود هم طی گزارشی اعلام کرد که قوه قضاییه از خانواده تتلو خواستن که برای آزادیش وثیقه بیاره. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخر این پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیرین پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشین.